با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، با پوشش ویژه اعتراضات ایران در خدمت شما هستیم. مهمان بسیار گرامی جناب آقای حبیب الله سربازی، دبیرکل حزب بلوچستان راجی توپاکی مهمان ما هستند. با عرض سلام و احترام فراوان جناب آقای سربازی، بنده هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند و محترمتون. آقای سربازی، از بلوچستان چه خبر در این روزهای پر از اعتراض در ایران؟ بلوچستان، خبر از بلوچستان رو اگر بخوایم جز آه، درد، ظلمت و تحریم، فشارهای مختلف، اعدام، کشتار و قتل، اتفاق دیگری مشاهده نیستیم. همین مسئله باعث شده که از همون روز اول اعتراضاتی که از کردستان اعتراضات شروع شدند و گسترش پیدا کردند به شهرهای مختلف، در بلوچستان هم اعتراضات آغاز شدند. در شهر دوزابین زاهدان مردم به خیابونها اومدن. به محض ورود مردم به خیابونها، همون شب اول اعتراضات وقتی گسترش پیدا کرد، واقعا جمعیت بزرگی هم حضور پیدا کرده بود، اینترنت به طور کامل بسته شد در بلوچستان. و تا همین دیشب که ما الان داریم با همدیگه صحبت میکنیم، شب گذشتهش اینترنت رو به شکل کامل بستن، یعنی شنبه. و یک شنبه شب مجددن اینترنت رو، با توجه به اینکه اعتراضات دو سه روز ادامه پیدا کرده بود تو بلوچستان به شکل پراکنده، بعدن ادامه پیدا کرده بود، شهر زاهدان حتی درگیری شده بود در منطقه شیرآباد، ادهی رو مجروح کرده بودن، ادهی بازداشت شدن، ولی ما ناخبر بودیم از این مسئله به دلیل قطعی اینترنت. تا همین امروز که این گزارش ها به هر حال اومده بود، ما پروفایل کردیم مجموعی از اسامی بازداشتی ها و اسامی که زخمی شده بودن و فراخوان مجددی صادر کردیم برای ادامه و تداوم اعتراضات. برای همین یک شنبه، یعنی امروز سوم مهر، مردم اومدن، اعتراضات، هسته اولی اعتراضات شکل گرفت. حکومت هم به درستی میدونست که این فراخوان با جواب و پاسخ مثبت مردم مواجه میشه، چون مردم اساسا میخوان که در خیابان باشن و حق خودشون رو بگیرن. بلافاصله تا ساعاتی پیش از شروع اون لحظه اصلی اعتراضات که در حال اوج گرفتن بود، یعنی شاخه اولش که شکل گرفته بودن، ویدیوهاشون به دست ما رسید و منتشر شدن، دیدیم که مجددا اینترنت قطع شده. یعنی ارتباطی که تا همین ساعت‌های قبل ما می‌بینیم چندین هزار نفر در ارتباط مستقیم هستن، به پایین‌تر از چند صد نفر اومد رسید که فقط افرادی هستن که از خارج از کشور دارن ارتباط می‌گیرن. این نشون میده که یک ترس عمده و جدی از بلوچستان وجود داره و دلیلش رو هم من در این می‌بینم که خب ما میدونیم که اینترنت در مناطق مختلف بسته شده، ولی ما حداقل این رو با عنوان نمونه و واضح میتونیم عرض بکنیم خدمتتون که در اعتراضات گذشته، اگر شما خاطرتون باشه، همه جای ایران اگر یک روز و دو روز و سه روز و چهار روز اینترنت بسته بود، بلوچستان سه برابر این وضعیت بود که اینترنتش بسته بود. مثلا در اعتراضات آبان 25 روز، نزدیک یک ماه بلوچستان به طور کامل اینترنت نداشت. یا در اعتراضاتی که برای سوختبران گسترش پیدا کرد در سر تا سر بلوچستان، در اون دوره هم ما به مدت 15 روز به طور کامل اینترنت در سر تا سر بلوچستان قطع بود و به شکل شگفت انگیز اینترنت رو می‌بندند، به طوری که هیچ گونه رابطه ای، ارتباطی دو جانبه ای امکان برقراری وجود نداره و حتی اسکایپ رو هم فیلتر کردن به طریقی که تماس‌هایی که از طریق اسکایپ برقرار میشه هم با مشکل و چالش باش مواجه بکنن. این بیخبری اعتراضات، این بیخبری به دلیل این نیست که اعتراض صورت نمیگیره، اعتراضات در جریان هست. مسئله اینه که پوشش خبری اعتراضات از بین میره. وقتی پوشش خبری اعتراضات از بین میره، این یک تلاش میشه از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و خب رژیم حاکم که بگه خب فضا داره آرام میشه. همونطور که در گزارش‌ها و اخبار خودشون هم دارن پخش میکنن و نوشتن که ما 80% اعتراضات در روز اخیر کاهش پیدا کردن و خب با این اطلاعات غلط میخوان که مردم رو سرد بکنن، آروم بکنن و کنترل فضا رو به دست خودشون بگیرن. آقای سربازی، تفاوت این تظاهرات، این اعتراضات رو با اعتراضات گذشته در چی میدونید؟ این اعتراضات رو
تفاوت عمده و اساسیش رو در آگاهی بیشتر مردم میبینم. یعنی اون شعارهایی که الان داره در این اعتراضات داده میشه بسیار آگاهانه تر از شعارهای گذشته هست. مثلا یکی از شعارهایی که داده میشه نه به ستمگر چه شاه باشه چه رهبر الان بولد شده در این اعتراضات، در حالی که در اعتراضات گذشته رسانه‌ها تلاش میکردن یه سری شعارهای به خصوص رو برجسته بکنن. و که جالب هست در این اعتراضات ما اون شعارها رو به ندرت میشنویم و در کنارش تنوع بیشتری از اعتراضات رو میبینیم که این اعتراضات هم مسلماً اصل نظام رو نشانه گرفته. مسئله دومش اینه که با وجود قطعی اینترنت اعتراضات رو میبینیم که تداوم بیشتری پیدا کرده. یعنی مردم دارن ادپت میشن، میفهمن، یاد میگیرن که چگونه بدون اینترنت هم همدیگر رو پیدا بکنن، اعتراضات رو به سمت جلو ببرن. من کاری ندارم به اینکه در نهایت آیا رژیم موفق میشه که این اعتراضات رو به هر شیوهی که مونده با آوردن هشت و شعبی و حزب الله لبنان و غیره و غیره یا فاطمیون سرکوبشون بکنه. آنچه که مهمه اینه که اعتراضاتی که بعد از این صورت میگیره مسلماً فاتحه این رژیم رو برای همیشه خواهد خوند. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، میدونید که در کردستان همین الان انقدر وحشت زیاد شده از ناشنوی که سقوط کرده بود، ما این رو هم میتونم به عنوان یک پوان مثبت عرض بکنم، ما هیچگاه در اعتراضات سابق شاهد این نبودیم که یک شهر از کنترل نیروهای نظامی و امنیتی کاملا خارج بشه، که ما دست کم در این اعتراضات شاهد هستیم که این اتفاق افتاده. ما هر چی به سمت جلو حرکت میکنیم شاهد این هستیم که این روند اعتراضات یک پروسه عمیق‌تر، وسیع‌تر، شعارهای عمیق‌تر، دقیق‌تر، سیاسی‌تر و خواسته ها بسیار روشنگرانه تر دارن اتفاق میفتن. من امیدوارم که این اعتراضات با توجه به اینکه خب ما شاهد هستیم همین ویدیوهایی هم که اخیراً از علی خامنه‌ای داره پخش میشه، من این که صد بار گفته میشه علی خامنه‌ای از دنیا رفته و بار دیگر این شایعات عدم صحتشون ثابت شده، به این مسئله کاری ندارم، ولی این رو میدونیم که هیچ کس آب حیات نخورده و رژیم و سپاه پاسداران هم دارن برای این برنامه ریزی میکنن که با این وضعیت سلامتی بدی که علی خامنه‌ای پیدا کرده و این اعتراضات گسترده ایم که در حال رشد هست، اگر اینها به همدیگه پیوند بخورن، به همدیگه گره بخورن، به هر دلیلی دیگه جمع کردن این تجمع و این اعتراضات به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. من بسیار آقای سربازی یک سوال من دارم اینجا، اونم شما از اعتراضات و تفاوتاش گفتید، من یادمی که شاید بینندگان به هر حال این رو اگر نمیدونن یا یادشون رفته یا در جریان نیستن، جناب آقای سربازی که از لیدرهای مبارزه مدنی بود در بلوچستان، این صحاب رو یادتون باشه شما بینندگان گرامی. خب اینجا من این سوال رو دارم که با ترجمه که شما قبلا از لیدرهای مبارزه مدنی بودی در بلوچستان، در چنین اوضاعی که در کل ایران هست اما به ویژه برای بلوچستان، شما چه توصیه‌ای دارید که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و مردم به خواسته های حقوقی خودشون برسند؟ ببینید، ما دو مسئله اصلی داریم، یکی شروع اعتراضات هست، یکی تداوم اعتراضات. شروع اعتراضات هم دو شکل داره، یکی اینکه الان اساسا اعتراضات به شکل کلی در سطح جغرافیای ایران شروع شده، موجودیت داره، یعنی ذهنیت ها آماده هستن، ولی برخی از شهرها به دلیل فشارهای سنگین، به دلایل قومی طایفه‌ای، به دلایل مختلفی که حکومت طرف میکنه که از طریق ریش سفیدان و غیره و سکوت های ایجاد بکنه، اینها ممکنه که هنوز هم یا شهرها کوچک هستن، ترس بیشتر هست از اینکه ما اگر خارج بشیم ممکنه که با چالش های امنیتی بیشتری مواجه بشیم. همه اینها برای اینکه شروع بکنن، اون استارت بزنن و جز شهرهایی بشن که دارن فشار میارن به رژیم جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی اونها خسته میکنن، اینها باید همدیگر رو پیدا بکنن، نه از طریق اینترنت، یعنی وابستگی رو به اینترنت کم بکنن، همدیگر رو از طریق محله ها پیدا بکنن و در تجمعات بازارها، یعنی زمانی که در بازار جمعیت زیادی وجود داره، مثلا به عنوان نمونه مثلا پرچم بلوچستان یا پرچم دیگه که ما یادم هست بونه نمونه عرض میکنم خدمت شما، که برخی از مخالفان میرفتن اونجا وسط یک فلکه نصب میکردن و میرفتن به مسیر خودشون، ده ها نفر از مردم میومدن با اون عکس میگرفتن و میرفتن جلو. این همین مسئله من کار ندارم، اگر اعتراضات در مرکز شهر با
چند شعار آغاز بشه، این انقدر سریع مشتعل میشه و گسترش پیدا میکنه که از کنترل رژیم خارج میشه. همیشه برای رژیم مهمترین اصل اینه که اجازه نده که اعتراضات شروع بشن، و اگر شروع شدن اجازه نده که گسترش پیدا بکنن. یعنی ما هم معکوس باید عمل بکنیم، اولا راههایی رو باید پیدا بکنیم برای شروع و آغازشون، ثانیا راههایی پیدا بکنیم برای گسترششون، و ثالثا راههایی پیدا بکنیم برای تداومشون. اگر این سه اصل رو مردم روش توجه بکنن، راهکارهای عملی رو در میدان براش پیدا بکنن و اونها رو اجرا بکنن که تاثیرش صرفا و تاثیرگیریش صرفا از طریق اینترنت نباشه، مسلما این اعتراضات میره به نتیجه نهایی خودش میرسه. سالها چه رژیم قبلی و چه رژیم فعلی دارند در مورد کردستان حراسی فیلم، سریال و تبلیغات گسترده ای رو در میان ملل ایران دارند. اما دیدیم بعد از شهید شدن ژینا امینی یا مهسا امینی چه موج گسترده ای از پشتیبانی از کردستان و همچنین نفرت علیه حاکمیت درست شد. شما میبینید از قم گرفته تا اصفهان، تا شیراز، تهران، تبریز، اردبیل، مردم این پشتیبانی رو از کردستان دارند. اگر در این مورد هم این همبستگی که ایجاد شده بفرمایید ممنون میشم. توجه داشته باشید که نه رژیم جمهوری اسلامی و نه راستگرایان افراطی که داخل اپوزیسیون هستن، این دو گروه علاقه ای ندارن به اینکه ملت‌های تحت ستم، ملت‌های تحت استعمار، اونها سرعت بگیرن در این بخش که مدیریت اعتراضات و رهبری اعتراضات رو به دست بگیرن، یا اون شایعات، اون گمانه‌زنی‌ها، اون اشکالات مختلفی که اونها طرح میکنن و رسانه‌هایی که به دست دارن و تلاش میکنن که ایجاد ملت حراسی بکنن از کردستان و بلوچستان و غیره و غیره گرفته، همین ها با همین یک اعتراضات اخیر من فکر میکنم که نقشی بر آب شدن. نه تنها رژیم جمهوری اسلامی الان بعد از این توانایی این رو نخواهد داشت که مثل سابق دوباره کردستان حراسی بکنه و فتواهای جهاد صادر بکنه و ایده خام رو هم با خودش همراه بکنه برای این کار، بلکه کردستان تبدیل شده به یک محور مقاومت و این نقشی که کردستان داره ایفا میکنه در این اعتراضات، این رو باور بفرمایید که به همون میزان که موفقیت برای کردستان هست، به همون میزان موفقیت برای بلوچستان هست. چون قضیه ای که در کردستان وجود داره قضیه ما هست، قضیه ای که در کردستان وجود داره قضیه آذربایجان هست، قضیه ای که در کردستان وجود داره قضیه ترکمنسرا هست، قضیه کاسپیان هست، اهواز هست، قضیه لورها هست، قضیه ای که همه ما داریم فریاد میزنیم. پس به همون میزانی که موفقیت محسوب میشه برای کردستان، برای ما هم محسوب میشه و ما هم ازش حمایت میکنیم، در کنارش میایستیم و برای رشد و گسترش این جنبش هرچه از توان و از دست ما بر بیاد انجام خواهیم داد. بازتاب خارج از کشور این بقایی رو شما چطور تفسیر میکنید؟ چون ما نداشتیم واقعا از نیوزلند و استرالیا گرفته تا امریکا تا کلیه کشورهای اروپایی، هم رسانه های این کشورها و هم ایرانیان و مردم مبارز از هر کشوری بیان و در این مورد اعتراض بکنند. این مسئله غیر قابل برگشت شده برای حکومت، یعنی یک ریزش به تمام معنای جهانی. من شخصا بسیاری از مردم رو که اهل منطقه آفریقا بودن باشون ملاقات کردم، اروپایی بودن باشون ملاقات کردم، کشورهای مختلفی که برحال من سفر داشتم یا با در کشورهای مختلف با اونا دیدار داشتم، بسیاری از مردم گول و فریب تبلیغات های رژیم جمهوری اسلامی رو خورده بودن به دلیل اختلافاتی که با برخی از کشورها داشتن، جانبداری از رژیم جمهوری اسلامی میکردن و میگفتن که خب اینا بر حق هستن و ما باید ازشون حمایت و ساپورت بکنیم. من به باورم این دسته از هوادارانی هم که رژیم در سرتاسر جهان داشته رو هم دیگه از دست داده. ضمن این که یکی از دلایلش اینه که ما خواننده های بسیار معروفی، یک ورزشکاران مطرحی رو، فوتبالیست ها، ارزمخی کشتیگیران، از هنرمندان گرفته تا بازیگران سینما، افراد مختلف و متنوعی اومدن در این قضیه صحبت کردن. اون سیاستمداران که ما میگیم به هر دلیلی صحبت میکنن، ولی اینکه هنرمندان هم داخل میدان اومده باشن و این فقط متوقف نشه به هنرمندان داخل کشور، که در سطح سر جهان و اون هم خوانندگان معروفی که میلیون ها نفر هوادار دارن،
یک کلام و سخن اونها میتونه تأثیر بسیار مثبتی بر هوادارانش بگذاره. همه اینها نشون میده که عمر جمهوری اسلامی اونطور که برنامه ریزی کرده بود پیش نمیره و همه قضایا به سمت یعنی در واقع در مذهب میشه و میریزه به نفع جریانهایی که انقلابی هستن، انقلاب جدید رو میخوان رقم بزنن و تغییر ریشه‌ای و جذری رو در داخل ایران میخوان بیارن و یک تحول اساسی رو میارن. و در این اساس، در این بنیاد، ملت های تحت ستم نقش کلیدی رو دارن ایفا میکنن و این چیزی که شاید به مذاق بسیاری خوش نه. با تشکر فراوان جناب آقای حبیب الله سربازی، دبیرکل حزب بلوچستان راجیت پاکی، که در این پوشش ویژه اعتراضات با ما بودید. بینندگان گرامی، با تلویزیون کرد کانال بمانید، پوشش ویژه ادامه خواهد داشت.